خب اعتراضات خوزستان برای گفتگو همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، آیت الله خامنه‌ای روز گذشته در مورد اعتراضات خوزستان صحبت کرد و مورد توجه قرار نگرفتن توصیه ها را عامل ایجاد این وضعیت دونست. کدام توصیه ها؟ آیا صرف توصیه کفایت می کرده؟ اگر هم توصیه بوده به نظرتون پس چرا پیگیری نشده برای اجرایی شدن؟ ببین آقای خامنه‌ای، خب گذشته و تاریخچه عملکرد آقای خامنه‌ای نشان داده که ایشون بیشتر تلاش کردن به عنوان یک پدر یا در واقع دلسوزی که بر همه چیز آگاهی داشتن، در رابطه با همه چیز هشدار دادن و نهایتاً خب مقصر دولت‌ها یا کارگزارانی هستن که به توصیه‌های ایشون عمل نکردن. در قانون اساسی هم ولی فقیه یا رهبر بر سه قوه تعریف شده در قانون اساسی نظارت دارد، سیاست‌های کلی نظام رو تعیین می‌کند و ناظر بر عملکرد یا اجرای این سیاست‌ها هست. اما ما خب طبیعتاً می‌بینیم که آقای خامنه‌ای همواره به دنبال این هست که از طرفی آن سیاست‌هایی که تعریف می‌کند رو هیچ گونه مسئولیتی در مورد اونها قبول نمی‌کند و از هم شکل برخوردش با اجرای حالا این سیاست ها هم همیشه به شکلی بوده است که تلاش چه خود ایشون چه نهادهای زیرب تلاش کردن که مقصر هر گونه تخطی یا مشکل یا عدم اجرای آن سیاست ها رو دولت ها یا کارگزاران زیر مجموعه خودشون معرفی بکنن. چندی قبل در سال 96 آقای مولوی عبدالحمید نامه‌ای با آقای خامنه ای نوشت، 16 نامه سرگشاده آقای مولوی عبدالحمید با آقای خامنه ای نوشت، راجع به مشکلات و محرومیت های استان سیستان و بلوچستان سخن گفت. بعد از 16 نامه بالاخره سال 96 نه خود آقای خامنه ای، آقای گلپایگانی به نیابت از آقای خامنه ای جواب داد و گفت که در کشور نباید تبعیض باشد و یک سری شعارهای بسیار کلی که هیچ کدوم مستند بر اون واقعیت ها و مشکلات که آقای مولوی عبدالحمید و بقیه فعالین قومی گفته بودن نبوده. آقای خامنه‌ای خب طبیعتا ناظر بر سیاست ها و سیاستگزار اصلی هست و تمام این محرومیت هایی که امروز در کشور خصوصا در استان های مرزی هست مشخصا مسئولش آقای خامنه‌ای هست و سیاست های تبعیض‌گرانه ای که برخواسته از اون متحجر جمهوری اسلامی است. متاسفانه آقای نخل احمدی، از سوی دیگه روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری هم خطاب به مردم خوزستان گفت که از راه قانونی عمل کنین. کدام راه قانونی وجود داره به نظرتون؟ ببین، در قانون اساسی تظاهرات یا راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده. حالا این یک تاریخچه ای دارد. خب به هر حال از دهه سال 58 که بحث قانون اساسی بود، اصل 27 قانون اساسی قرار بود در مورد تجمعات باشد. این تاریخچه خب به هر حال نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تظاهرات یا تجمع یا اعتراضات رو به اون شکلی که در کشورهای آزاد مد نظر هست و در قانون آنها آمده است نپذیرفته. سال بعد از اعتراضات آبان ماه مجددا بحث اصل 27 قانون اساسی مطرح شد و اینکه آیا واقعا مردم به عنوان صاحبان اصلی میتونن راجع به عملکرد حاکمان اعتراض بکنن یا نه، که در اون زمان شورای نگهبان آمد و اعلام کرد که یک سری بند و تبصرهای دیگر آورد علاوه بر اینکه وزارت کشور باید تایید بکند و در این حال خب به هر حال برخلاف موازین اسلام نباشه. عملا خب جمهوری اسلامی هر گونه اعتراضی رو به دلیل اینکه ماهیت خودش رو یک ماهیت به هر حال آسمانی میداد، رهبر اون یک آیت فقیه هست که طبیعتا نباید اشتباه بکند، اعتراض رو هیچ گونه در واقع مبنایی برای اون قرار نداده. یکی از امامان جمعه چندی وقت صحبت کرده بود اگر مردم میخوان اعتراض کنند میتوانند نامه به مسئولان بنویسند و اعتراض خودشون رو به این شکل مطرح بکنند. به هیچ عنوان در مخیله جمهوری اسلامی نمیاد که کسانی بیایند در برابر اراده ولی یا اراده حاکمان یا مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی هستند اعتراض بکنند و اونها رو به چالش بکشند. و قانون هم طبیعتاً از نظر آقای روحانی احتمالاً همین چیزی است که این امام جمعه احتمالاً گفته. بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید. سپاسگزارم.